معرفت دوش دل طلب جام جم از ما می کرد آن چه خود داشت بیگانه تمنا می کرد گوهر کسره فکر مکان بیرون بود طلب از گمشدگان لب دریا می کرد دیگر اگر هم احوال خدا با او بود او نمی دیدش از دور خدایا می کرد بر دشت عراق آمد چون رهبر آزادی آزاد توان بردن ره دربر آزادی با رمز تبسم فاش می گفت به هر جایی امضای من از خون است در دفتر آزادی زور است گلوی من از خنجر ای گردون برم رگ استبداد با خنجر آزادی سلام بر همه خوبان خدا سلام بر همه قدسیان سلام بر همه عاشقان الله و سلام بر ابا عبدالله حسین علیه السلام که عشق واقعی و معشوق حقیقی را و تمام انسانها و تاریخ و نمایش گذاشت و اینکه ما وقتی که در محفل حسینی میاییم جان ما، سرشت ما، فطرت ما، اون خمیر مایه وجودی ما، وجدان ما، حقیقت قدسی ما شوق و شعف برمیدارد، طراوت برمیدارد، طراوت معنوی برمیدارد درست است که چشمان ما عشق بارد اما دل ما نورانی میشود نورانی می شود چرا؟ به خاطر این که در فضای نور قرار می گیرد ما در جهان ظلمانی زندگی می کنیم در جهان کسرت زندگی می کنیم در جهان گمراهی‌ها در جهان تناقضات در جهان هوا و هوس‌ها در جهان تبعیض و تعصب‌ها در جهان ظلم و خفقان‌ها در جهان ناکامی ها و شکست ها و نامرادی ها ما متوجه می شویم که این جهان عالم کثرت عالم ماده همین است بغداد همین است که دیدی و شنیدی رو دلبر نوجود چه در بند زدیدی ما فهمیدیم جهان همین است جهان هر چند که پیش ببری لذتش سراب است ما تا وقتی در افغانستان بودیم در جوانهای ما احساس میکرد که ژاپن که بریم دیگه اصلا دیگه در لستر عروسیم فقط سرابا دیگه لذته غیر از لذت در ژاپن خبری نیست الان که آمده غیر از دارندگی که میکنم خبری دیگه این نیست درست همینطوری یا نه سرابات رو نحمد فرمایید عالم کثرت و بغداد همینه یعنی این جهان را هرچه هم که ژاپن بروی آلمان بروی آمریکا بروی در نیویورک بروی باز هم میبینی غم هست دوندگی هست غصه هست خون دل خوردن هست نگرانی هست نگرانی این که حالا من این لحظه 5 دقیقه لذت بردم ولی 5 دقیقه بعد چی میشه 5 دقیقه بعد شد من لذت نبرم همه این لذت ها یک طرف که هر لحظه خطر مرگ و مریضی و هزار غصه و اندوه و رنج دیگر پس این در جهان جهان شادکامی مطلق نیست شادکامی در اون جای دیگر هست الان به ذکر الله تطمئن القلوب انسان ها گم شده و بهشت گم شده انسان ها بهشت روحانیت خدایی و معرفت ذات ربوبی هست پیامبران در اوج آرامش بودن آنان چرا در آرامش بودن؟ به خاطر اینکه روح اونها و نفس مطمئنه رسیده بود نفس مطمئنه انسان نفس اماره داره وقتی مبارزه کند و روزه بگیرد و طاعت و عبادت کند مبارزه با نفس کند به تعبیر برادر عزیز و جوان رشید جناب آقای دکتر رضایی که قبل از بنده صحبت کرد این جوان فصیح اگر انسان شجاع واقعی بود شجاع واقعی نه اینکه زورگیری بکند نه اینکه برود خیابان لب سرک بیستد و خرد مردم را بگیرد
این شجاع نیست، اشجر الناس من غرب هوا، شجاعترین انسان حضرت علی علیه السلام میگه شجاعترین کسیست، شجاعترین و دلیرترین و قهرمان واقعی کسیست که بر غفلت و بر جهل و بر هوا و بر شهوت خود غالب شود. این را کسی نمیتواند. این از مبارزه واقعی جهاد اکبر اشجر الناس من غرب هوا. به تعبیر برادر عزیزمان، دوست عزیزمان جناب حاج آقای سعیدی که اینجا صحبت‌های زیبا شافی آموزنده کرد، نماز، نماز، نماز انسان را به آرامش می‌رساند. نماز با خیلی، نماز با حضور قلب، نماز با طهارت، لا صلات الا بالطهور. جای دیگر میگه که لا صلات تم الا بالحضور. یکی ما طهور داریم و یکی حضور داریم، یعنی هم ظاهر خود را نظر ظاهری به طاعتک و باطنی به معرفتک. ظاهر ما باید طاعت خدا کند، اما باطن ما باید خدا شناس شود. اللهم نظر ظاهری به طاعته، خود ظاهر ما را در خدمت خودت، در طاعت خودت قرار بده و باطنی به معرفته، خدای ما را خداشناس قرار بده. گوهر گم شده، گوهر گم شده، بهشت واقعی، گنج واقعی، یکی من و شما، فرد من و شما، پیر و جوان من و شما، گنج حقیقی من و شما، خودشناسی و خداشناسی است. این که با خدا انس بگیریم، با خدا انس بگیریم، انس با خدا، انس با خدا یعنی خدایا تو انیسی من هستی، یا انیس من لا انیس را، ای خدا انیس یعنی چی؟ همدم، خدا همدم ما هست، همدم واقعی خداست. درست است که پدر و مادر و برادر و بستگان اینها همدم هست، اما انیس واقعی خداست. یا انیس من لا انیس له، یا جلیس من لا جلیس له، ای خدایی که با من در هر جا که من هستم اونجا کنار من هستی، یا جلیس من لا جلیس له. قرآن و معارف دین ما را به یک عالم بالا میبرد. میگه که ای انسان پرواز کن بالاتر، بیا نور خدا را در همه جا ببین. و اشرقت الارض به نور ربها، در همه جا خدا تجلی کرده. اشرقت یعنی تجلی کرده، اشراق کرده. این لامپ هایی که در واقع نور میتابند، این میگه اشرقت. مشرق را هم به خاطر این میگه خوشی در اونجا نور میتابند. ولی الله المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجه الله. مشرق این جایی که نور میتابد. اشرقت الارض به نور ربها، زمین و عالم امکان روشن شده به نور ربها. ما اگر امام زمان شناس شویم، اگر خدا شناس شویم، اگر پاک دل شویم، اگر پاک طینت شویم، ما جهان را نورانی میبینیم، جهان را نورانی میبینیم. این خیلی زیباست. روح زندگی و گمشده زندگی من شما این است. صلوات محمد فرمایید. دیروز عرایز خودم را اگرچند بحث را یک مقدار باز کردم، اما شاید جنبندهی نتوانستم، خلاصش این می شود، خلاصش این می شود که در قرآن بالاتر از 200 تا قصه و داستان آموزنده است. قصه حضرت یوسف، قصه اصحاب کهف، قصه موسی و فرعون، قصه حضرت ابراهیم، قصه های زیادی است. اولین داستان قرآن چیه؟ اولین داستان قرآن چیه؟ دوستان صلوات بگید. داستان خلقت حضرت آدم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. همینطور که میریم به آیه 30 که میرسیم به اسفار رب کن این ملائکه دین جایدان به عرض خلیفه. اولین داستان قرآن داستان خلقت آدم هست. خدا در قالب این داستان پیامش به من و شما، ای آدم تو آدم هستی، تو آدم زاده ای، گر تو آدم زاده ای پس علم الاسما چی شد، خواب و قوزین کجا رفت، او ابناش چی شد. ای انسان مقام خودت را بدان. خدا وقتی میخواست آدم را بیافرینه و فرشته ها مشوره کرد میخوام آدم را درست کنیم، فرشته ها دیگر رأی منفی داد. نو خدایا این آدم ها را خلق نکنی، اینا بذاره مثل اوکراین، مثل افغانستان، مثل سوریه، مثل غزه، مثل سرکلی همه خود و خمیر بکنن، تو هم به همش میمانیم، ما هم به همش میمانیم، بگیره چطور تصویر و ایزاق کنیم. همین را اجنه را کنیم، ما رکوع میکنیم، ما سجده میکنیم، نحن نصبح بحمدک و نقدس لک
قال این یعلم ما را تعلمون. آیا خدا متقاعد شد؟ خدا استبدال فرشته ها را قبول کرد؟ خدا گفت برو. قال این یعلم ما را تعلمون. خدا گفت که ای فرشته ها، شما این پیاله که در دست برای فطرت میبینید در پوش برنگو، این پیاله یک مقدارش آب یک مقدارش خالیه. ای فرشته ها، شما قسمت منفی رو میبینید، خالی رو میبینید، آدم ها رو خیال میکنید فقط آدم ها زدن و کردن و کشتن بلده. آدم ها نماز بلده، صمیمیت بلده، فداکاری بلده، مادرها بچه خود هیچ وقت نمیکشد. هیچ کسی که به شوهر خود فداکاری میکنه تا سن 90 سالگی به همه کس خوبی برسانه. این خوبی هایی که در آدمی هست در شما فرشته ها وجود ندارد. من خودمانی تر صحبت کنم چون خواب شما بپرم و راحت تر باشد، فهمیده تر باشید. خدا گفت که بله شما رکوع سجده میکنید، اما شما در مستر ناز و نعمت شهوت ندارید، شهوت که ندارید، غضب که ندارید، مشکل مرزی هم که ندارید که اینجا مرز افغانستان هم، اینجا مرز ژاپن هم، اینجا مرز ایران هم، با هم سرکله بزنید. شما در عالم کثرت معنای مشکلات را تجربه نکردید. اما آدمیزاد، آدمیزاد چی؟ یعنی پدر حضرت آدم و قابل و حابیل و ما و نسل های بعدی ما. آدم ها چی مرد باشه چی زن باشه تا دامن قیامت، اینها در میان دریای از غم و غصه و در اقیانوس سونامی و از طوفان اینها خدا پرست میشوند. یک مجموعه اینها فداکار میشه. بخش عظیم از انسان ها مستحق رحمت است. من جهان رو خلق نکردم که آدم ها رو به هر بهانه فوش اینا رو بگیرم و یکی یکی اینا رو بدونم دوتون به جهنم. من جهان رو خلق نکردم بلکه جهان رو آفریدم تا به اینها جود کنم، تا به اینها محبت، تا این به انسان ها از طریق انسان ها و از مجرای انسان ها ارزش های واقعی را آنها بشناسه و انتخاب کنم. صلواتی من خلق فرمایید. ما آدم ها چه چیزایی داریم که به نظر شما ما آدم ها چه چیزایی داریم که سنگ و کلوخ یا مثلا پرندگان ندارن؟ فرق ما آدم ها با همین پرنده ها چیه؟ با کبوتر و با پرنده های دیگر فرق ما با اونا چیه؟ چیه؟ آفرین، عقل. غیر عقل دیگه چه فرقی با اونا داریم؟ دیگه فرقی دیگه هم داریم یا نه؟ دیگه چه فرق داریم؟ خوب دقت کنید، ما با اونا فرق دیگه هم داریم. یک فرق دیگه هم اگر بگیم جایزه داریم. چی؟ شهوت که اونو داره، فرق نداریم. عقل و شهور. آره، دیگه چی؟ عقل و شهور. اون روح خدایی هم هسته، باید من چی دیگه ایم؟ عقل و شهور. عقل و شهور. عقل که گفت، عقل و شهور، اینا همیشه یک مشکل هست، یک خانواده هست. فرق ما با انسان، با پرندگان و با حیوانات یک سری عقل است که ما عقل داریم، ما کلکولیت میکنیم، ما محاسبه میکنیم، ما آینده نگاریم، ما 50 سال بعد فکر میکنیم، ما وقتی در افغانستان بودیم فکر میکردیم که چطور بریم به جنس خود ران کنیم و بعد بتونیم ویزای ژاپن بگیریم و بعد بریم به ژاپن. در حالی که این حساب و کتاب ها رو به شما پرندگان شد توی مغز و توی مخیلش نمیاد. پس ما عقل دوراندیش داریم، عقل آخربین. این دیشب عرض کردم عقل معاش و عقل معاد. حالا ما غیر از اون یک فرق دیگه هم داریم، شاید فرق دیگه هم داشته باشیم، ولی یک فرق دیگه هم داریم که ما قدرت اراده و انتخاب داریم. ما قدرت اراده و انتخاب داریم. همینجا قضا میاد یا سوشی میاد یا چند قدر قضا دیگه میاد، بعد از این مجلس قضا میاد، نزدیک میاد، ما میتونیم اون قضا را بخوریم و از قضا پرهیز کنیم. ما می توانیم که نفس خود را کنترل کنیم. ما اراده می کنیم. ما چی داریم؟ اراده. اراده یعنی ما با پای خود تصمیم گرفتیم. تصمیم گرفتیم که میشه بریم حسینیه. اراده داریم دیگه. اراده تصمیم گرفتیم. این بر اساس غریزه ما همین دور نیامدیم، بلکه ما بر اساس اراده آمدیم. اراده تصمیم گرفتیم کجا برویم، فلانجا برویم، فلانجا نرویم. پس انسان قوه بنان قوه اراده و انتخاب، اراده و انتخاب. انتخاب میکنی که انگشتر رو مثلا به یه انگشت بگذاری یا دوی انگشت. اراده، اراده میکنی که چی لباس بپوشم، چی غذایی بخورم، لباس سیاه بپوشم، مثلا این عباکرا به گرده میخواد بیاندازم،
این اراده و انتخاب های ما و شما را می سازد. ما انسان ها انتخاب بکنیم. روز اولی که طفل به دنیا می آید ما پیشبینی نمیتونیم که او طفل ما در 40 سالگی استاد دانشگاه بشه یا یک تاجر بشه. ما اصلا نمیتونیم تصور کنیم. شما میتونید پیشبینی کنید که طفل شما 40 سال بعد آیا استاد دانشگاه بشه یا یک تاجر بشه؟ هنوز طفل 1 ساله امتحان خود را نداده بود، بعدا انتخاب میکنه که چیکاره شود. پس انسان موجود است، انسان موجود صاحب اراده و انتخاب. اراده نکنه که این کار را نکنم، این جاده نرم کنجا نرم، این دست را بزنم، این دست را کنم، فلانی تجارت را انجام بدم، فلانی مثلا مسائل تجاری را به فلان جا بفرستم یا نه، با فلان آدم وارد معامله و کانترکت کنم یا نه. پس ما انتخاب میکنیم. پس انسان موجود انتخابگر هست. چون انتخابگر هست ما و شما مسئولیم. وقتی که ما مسئول هستیم، اگر خدای نکرده من برم دزدی بکنم یا شما برید دزدی کنید، اون وقت میگه خیلی ما و شما رو میگه دستمن میندازم، میگه چی؟ میگه تو دزدی کردیم. ولی پرنده اگر بیای موبایل رو بگیره بشکنه، موبایل اونجا باشه، موبایل پلیس رو بگیره بشکنه، پلیس اون پرنده جریمه نمیکنه که بیا تو زندان بندازه تو چرا کار کردی. ولی از آدم ها کلکم را و کلکم مسئول عن الرعیه. ما انسان ها چون قدرت انتخاب و اراده داریم، مسئولیت پذیر هستیم. در هر جای جهان بریم، در ژاپن بریم، قانون اساسی ما تطبیق میکنیم و شما مسئول هستید. چرا تصادف کردید؟ چرا خود به فلانی زدید؟ چرا فلان کار را کردید؟ فلان کار را نکردید؟ درست نه؟ صلوات محمد فرمایید. صلواتی بازم احضار کنم از انسان مسئول هست. خدا میگه که این نسم اول بسر اول فعال سمع یعنی چی؟ این گوشا، بسر این چشما، ول فعال یعنی دل. خدا میگه که من از دل و از چشم و گوش و از کارهای تو مسئولیت تو میپرسم. مسئولیت داری که دل خودت را به چی مشغول کردی، چشم و گوش و عمر خودت را در چی را مصرف کردی. ما مسئول هستیم. چون ما این چیزا رو داریم، ما میتونیم آدم خوب شویم، ما میتونیم در راه خوبان خدا بریم و حسینی زندگی کنیم، ما میتونیم خدای بنده قابلانه زندگی کنیم و سرانجام جنایتکار شویم. پس انسان چون موجود است صاحب اراده و انتخاب، یک انسان با اراده خود میشود یوسف صدیق پاکدامن هست و یک انسان مثل فرعون و نمرود و جنایتکاران تاریخ. پس انسان موجود است مسئول، چون اراده دارد. حالا خدا به انسان این جوهرهای عرشی که داده، عقل داده و انتخاب هم داده. حالا گفتده فرما آدم انسان، اگر خوب شدی از فرشته ها بالا میزنی، مقرر درگاه رو میشی. ولی اگر با اراده و با انتخاب و با ضایع کردن عقل رفت جنایت کردی، نه یک روز، نه دو روز، نه ده روز، نه صد روز، کشور رو ویران کردی، مردم رو به جان هم انداختی و همه ارزش ها پوش کردی، اون وقت دیگه تو از اسفل سافلین هستی، تو از بهاییم از چارپایان کرده بدتر هستی. هیچ چارپایی به اندازه تو ضرر به جامعه نمیزند. پس انسان در خوبی لایتناهی میتواند برود، در بدی هم به سراشیبی میرود. و تمام تعالیم قرآن و دین ما رو میگه بفرمایید محفل نور است، محفل خداگاهی است، محفل لذت معنوی است، لذت جاودانی است. صلوات محمد فرمایید. برادر عزیزمون جناب آقای سیدی مطالب خیلی زیبا گفتن، یعنی الحق شایسته نبود که بنده سخنرانی کنم، هم ناراحت شده مطالب خیلی زیبا گفت. از جمله این شعر زیبای مثنوی رو خوان که از جمادی مردمون نامه شدم و از نما سر زد و از نما مردم حیوان سر زدم. همینطوری این آموزه ها رو گفت که این انسان ما از حیوانات بالاتر میاییم و مقام انسانی درسیم. یک کمی دیگه روی خود کوشش کنیم از فرشته هم و از ملک پرام شدم، آنچه در رحم تو ناید آن شدم. پس انسان به آن جاهایی میرسه که خدایی میشود، انسان به آن جایی میرسه که خدایی میشود. و حالا شما دقت کنید، من چون شب تاسوعا و شب عاشورای حسینی هست، این یکی دو تا داستان کوتاه برای رفع خستگی از زندگی خود امام حسین نقل میکنم. آقا عبدالله حسین علیه السلام همینطور یک کسی در خانه رو میزنه وارد میشه، من خدا میگه خیلی من حالم خرابه،
حالا خیلی خیلی دوگونه دیگه، اصلا نپرس چی شده؟ بگه که من خیلی بدهی گنده دارم، بدهی آخر کنم مثلا 50,000 دلار، 30,000 دلار، 100,000 دلار یک پول گنده قرض دارم. خب حالش خیلی خیلی دوگونه. اما دلش میسوزه میگه خب من کمک کنم تو خانواده اهل بیت اصلا به طهارت دیم. حالا من داستان رو کوتاه نخواهم گفت، خیلی مؤدبانه صحبت میکنم، ولی من بخاطر اینکه با شما متن رو کوتاه بخونم آقا من خیلی خوب حالا دلش شما موزه به کمک میکنه من میکنم من از شما کمک میکنه من میکنم آفرین آفرین صلوات به محمد فرمایید آه سلامات یعنی تو کمک مفت نمیکنه که دوست بشه خود بولم داری و بیاید بفرمو یک میلیون بگه مرگه که یا رفیق المعروف و به قدر معرفه از جد خود از پیغمبر یک حدیث شنیدم پیغمبر فرمید المعروف و به قدر معرفه مگه معرفت آدم ها فرق میکنه یک معرفتش خیلی خوب آدم با معرفت با معرفت یعنی با مرام خوشکینت خوب خدایی آدم خوب بیشتر بهش کمک کنه المعروف به قدر معرفت به اندازه ای که معرفت و خدا شناس هستی به اون اندازه باید هوای آدم ها رو داشته باشی یک کسی که بخره خیلی آدمی که باق نیست انواع گناه میکن با من یک کمک مختصر بکن ولی اونی که آدم پاک هست هوای او رو بیشتر باشه باشی المعروف به قدر معرفت و بعد میگه من از پدر بزرگوارم علی مرتضی شنیدم قیمت المرئی ما یحسنه هر انسان فرق میکند انسان بر اساس ارزش‌های وجودی با دیگری می‌تواند خود را بالاتر بکشاند ای برادر تو همه اندیشه ای ما بقی خود استخوان و ریشه ای میگه که خب من از تو می‌خوام سه تا سوال بکنم اگر یک سوال مرا جواب گفتی $100,000 اگه باشه یک سوال مرا جواب گفتی $33,000 می‌دهم سوال دومی مرا اگه جواب گفتی چند می‌دهم مثلا $66,000 سوال سوم من اگه جواب بدی پول $100,000 که میرم خرید رو میدم این تو که گفتی بنده خدای اعصابش خراب شد کار زارم من یک سوال اولی مواقع گلدار جان خیلی میتونم که مبوزه این سوال میکنم به جا بدید بده کنم سوال بده که چی سوال ملا بنده بود خبیر میکنم درسته؟ بعد گفت خب حالا بیاد چاره هم نبره دیگه گفت که خیلی خواه تو بپاس اگر دانستم اگر رو بخرد نتیجه مثبت داد پول گیر ما اومد که فهور مارد اگر خدا بگیرم بودن الله خلق ضرری که نکردیم دیر مفت و گنجش که مفت راست سوال کن آقا پرسید که ما افضل اعمال آقا پرسید که بهترین عمل چیه؟ بهترین عمل چیه به نظر شما؟ به نظر شما چیه؟ دوستان یکی دو دارد سهم بگیرم جامع مجلس از حالت خستگی در بیار سلامت محمد فرمید حضرت فرمود که ایو الاعمال احسن بهترین کار چیه؟ حالا در شما بهترین کار چیه؟ اگر ممکن شما بپرسید بهترین کار چیه؟ شما چی میگید؟ عمل خیر و عمل خیر دیگه؟ نماز دیگه؟ راستگویی دیگه؟ توحید دیگه؟ آفرین عدالت پس ببینید که ما شش هفته الان یک گوش میگیریم دستور ماشاءالله هر کس یک عملی میگه یکی میگه خدمت والدین یکی میگه حج یکی میگه یکی نوازی یکی میگه که حسین رفتن یکی میگه شب زندگی از روح خود گریه کردن یکی همین چیزایی که ما شما میدونیم عمل خیر یکی اون دو تا سه میگه این بنده خدا گفت خدا یا ایمان رو دوست داره بهترین کار چیه ما رو چیکار کنیم که پول بده گیر نمیاد خوب فکر کنید همین تو چیش میکنه برای یک ثانیه زیر میکنه خوب به چرکش برای بود مغز خود با کار گرفت اگر نماز بگم خوب مثلا روزن بعضی وقت خیلی عمل خوبه حج عمل خوبه خدمت والدین خوبه خوبی که یکی دو سه دو دفعه میاد خوب میگه که این خوبی یک درخت داره درختش این نماز میوه یا دو درخت داره روزه میگیش هست اصل عمل خوب چیه الایمان بالله اینجور گفت که بهترین عمل ایمان به خدا هست عمل جوانهی، عمل قلبیه خود آدم خدا که میشناسه با خدا که باور کرد اون میشه یک عمل با اینکه رکوع سجده نکردی اما در اون وجود خدا را یاد کردی خدا شناس که بودی تو بهترین عمل رو انجام دادی بعد از اون خدا شناس شدی به معنی واقعی نماز خوبم میخوانی روزه خوبم میگیری حج هم میری خدمت والدین هم میکنی یتیم نوازی هم میکنی اگه کسی به معنای واقعی ایمانی به خدا داشته باشه همه کارش خوب شده میاد درسته اگه خدا یک آدم ایمانی به خدا نداشته باشه شاید یک کار خوب بکنه ولی اگه تو باز ممکنه مشکلات از آدم سر بزنن صلوات محمد فرمایید الله اکبر به نظر
شما امام حسین جوابش قبول کرد یا نه؟ پول بخیری دادی کرد ها؟ قبول کرد یا نه؟ قبول کرد چون امام حسین گیره دیگه ولی خیلی سخت نبود که بود دوده مسائل باز کن کتابایی بوده بودر بیار بیار ها؟ کمی که فهمید آفرین تو خیلی آدم خوبست خوش مامه بدونید از این منطقی ها برای یک سومه کاسوی کردی نوش جانه و سوال دوم چیه؟ فما نجات دور عبد من الحلکت اگر آدم روز بد فری آدم میره ای چیز آدم نجات میره روز بد یعنی آدم بدبخت شود از زمین و زمان تو سری بخوره تمام مشکلات فری آدم حمله بر شماسه این مفقانه از مشکلات زیاد آمده دیگر این یک انواع بیمهری های زمان شده اگر روز بد آمدی و روز بد روز بدی سراغ آدم بیره چیز آدم هم نجات میره چیز برای آدم سرمایه هستن برادر شما که؟ آه پول یکی بار دیگه چی؟ آه خدا دیگه؟ دیگه؟ نه سر سر خب این بند خدا حالا این بند خدا میگه میگه که فما نجات العبد من الحرکت گفت از ثقت بالله اگر آدم بی پول شود مریض شود بدبختی از برادش که ثقت بالله با خدا سکه و تکه و تمکل داشته باشید باقی بگیم باشید که خدای درچه ای خیلی باز میکنه و من یدق الله یدق الله مخرجم و یرزوخ من این سرای حدثیم تمام پیغمبر و داستانه شده قرآن آمده اینا رو معنای واقعیش خدا پرست بوده و پکیش خدا بوده هیچ روز بدتر از روز عاشورا نبوده اما حادثه ای که سر حضرت زینب آمده سر هیچ کدام ما و شما نیامده اما حضرت زینب چون ثقت بالله اعتماد به خدا داشته راحت این مسئله از این مسئله احساس شکست نکرده ثقت به الله یعنی اعتماد به خدا به معنای واقعیش نه خدای که ما فعلا نخلقه زبان داریم خدا این را به دل برساند صلوات محمد فرمایید آمین 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 بنابراین کنیم امام حسین جوابش قبول کرد این پول مخواه بیده یا نه قبول کرد یا نه قبول کرد دیگه امام حسین نظرم به خدا به زوجش نظرم بلاخره نظرم آمده دیگه بری خانه مرا کنیده من امام حسین بیره عزیت کنم یک جای دوره برو خوف به دوستی رو گرفته بعد گفت فما یزین المر در زندگی دنیا هر کسی دلش به چیز خوشه خوشی دنیا سر چی چیزه چی چیز زینت آدم هست مردم که در آدم ببینن را این آدم آدم این یک خوبی های در ما ببینن چی چیز زینت هست زینت به معنی از این کارو ما به معنی انگشتر و گروبند و این چیزایی که هست نباسه زینتی این یعنی چی چیز زینت واقعیه این آدم گفت که العلم علم اگر یک جامعه عالم باشه و آدم هایش حلیم و خوش اخلاق باشه این جامعه و این آدم ها اینا زینتی واقعی داره زینتی واقعی به طلا و به انگشتر و به زمرد و به جواهر و به الماس و به این چیزا نیست ما و شما دوتای ما و شما که بریم انواع فقیر هستیم ولی با خود میبینیم که ماشاءالله چه زیورالات ما استفاده میکنیم اینجا که میاییم که کشور سیری و کوری هم هسته هیچ زینت دست و پایش نداره زینت چیه؟ زینت اون علم و علم همراه با علم این با امام حسین این بیش جواب داد امام حسین قبول کرد یا نه؟ قبولی واقعی نکرد یک کرامی طور خواست کرد بری بیشان ملابندت کنن یعنی خواست بیشتری را سخن بیارن گفت که همه که اهل علم نمیشه مثل جامعه افغانستان مثل من مثل فامیلای ما و شما خیلی ها خلاصه مشکلات دیگه ای دارد گفت که اگر علم نداشت المال مع السخا مال داشته باشه کرامت داشته باشه مال و سرمایه خود رو با آدم بده دوست داره پر باشه به مردم کمک کنه وقتی کمک کردی خیلی به مردم میرسه وقتی لازمی که حضور دانشگاه باشی خدا با آدم پول داره هایی که به مردم کمک میکنی خود خوبی تو به مردم میرسه استاد دانشگاه مردم رو باسواد میکنه تو دست یتیما و فقیرا و مستمندار میگیری پس تو هم بدن جامعه میخوری گفت خب اگر این نداشت چی یعنی اگر نه عالم بود نه پولدار بود گفت الفقر مع الصبر اگر فقیر بود باید صبر کنم بعد امام گفت که خوب اگر فقیر بود و صبر هم نتوانیست بعد گفت که فسایقه تو من از سما دیگه یارم چاره ای نداره یک سایقه عثمانی برای از یارم رازی نست کرد اینطوری که گفت امام توسل کرد و زهی کل حسین امام حسین علیه السلام توسل کرد بعد پول گنده پیششش مثلا از هزار دلار ایش بفرما ده هزار دلار دیگه برای ایش داشت این هم مای خودت مای حیات بود این سر هزار رو باید به قرضات بیدی این ده هزار دیگه همی که میدون این هم به خانواده و به بستگان خود مصرف کنه ابو عبدالله حسین درست است که مستقیم این دوی کمک نکرد اما او را از طریق او به مردم درش حکمت و دانش و رموز زندگی آموخت یک از مشاهدین یک از علمای نجف حدود 80 سال قبل زندگی میکرده
او بنده خدا رو باید میرفته در اون کوچه ها از حرم حضرت علی بیرون میامده، بعد از درس میرفته در اونجا یک گاری بوده، سبزی فروش بوده، میرفته اون کاغه ها و سبزوهای خراب رو جمع میکرده و پرشنی داده و میامده یک بوده خب اون سبزوی گاری رقم رقم سبزیه چرا خوبش نمیگی که اون خرابش نمیگی؟ بعد کرده کامه رو گفته به راست میخواه این بنده خدا کم پوله، این مردگه سبزی فروش کم پوله، من به این مستقیم پول نمیدم، اگر پول میدم او احساس احقارت میکنه، من در قالبی که من سبزی میخورم مثلا سبزی خرابترش میخورم که به این آدم کمک مالی شوم که نه این احساس مفتخوری بکنه، نه احساس سرشکستگی بکنه، من احساس اینپیری بکنه، در این قالب من به این کمک میکنم که او تشویق شود. گاهی اوقات پدر و مادر و فرزند خود جیب خرجی میدن، جیب خرجی میدن، ولی یک سوال از یکی هم میاد کنه میگه بابا سوره حمد بخونی نه سوره حمد داری خانه این خرم یک پولی بود نمیدن سوره قل هو الله نماز رو واجباتش چند باید محرماتش چند باید برادر عزیز ما حضور یاد بریم شب یاد با حضور و متحرات یاد بریم تو بنا میرم برم رو میگه پول بید بخورم یک مشکل بید بخورم فلانی لباس میرم بخورم درسته؟ یعنی تو میخوایی بگم کمک کنی و تشویق کنی ولی در واقع یک بهانه جور میکنی که او احساس شخصیت بکنه، احساس بکنه که من خیلی آدمی موفقی هستم. صلوات به محمد فرمایید. آمین. این حدیث همه کس را رابطه با امام حسین نمیشته، این یکی از آرمان های حضرت ابو عبدالله حسین نمیشته. یک جایی دیگه یک کسی آمد درد زد و گفت که من پول نیاز دارم. آقا اون دیگه با ایشی معامله نکرد که در باز کنه بیا کنه به سوالی چالشی میگیم قشنگ اون در یک کمی باز کرد به اندازه 20 سال یا 30 سال در باز کرد، یک پولی رو که خریده گذاشت از همون لای در داد و بعد خدا حافظ دباس دعا یک پول خوبی دادی، پول کم نبود. بعد دیگه رفت دیگه رو پرسید که خب شما ایشی در باز نکردیم چرا بایش بازرکشی نکردیم رو بوسی نکردیم یه حرفا که اوش آدمی با شخصیت بود، چون آدمی با شخصیت بود من نمیخواستم که شخصیتش خورد خرید شود چشم به چشی میشود، وقتی که دو تا آدم چشم به چشی میشود این به او یک چیزی بیده او خود به خود احساس میکنه که او محتاج زیادم شدیم به خاطر که دلش حتی به دلش همون احساس شخصیتش خورد خرید نشود کمکش میکنم. شما فرزندای دارید میخواید به فرزند خود کمک کنید ولی با خود احساس میدید که بچه یک خودی هم تو غرور یکی داره، اگه بالاخره هم غرورش پروبال میدید که غرورش نشکنه ولی هوایش داره، درسته؟ خلوات محمد فرمایید. همین که فاهمید اینا نکنید این بده میگید که زود کف شد بازم خلوات محمد فرمایید. دعای عرفه امام حسین ما شاء الله از این داستان های آموزنده در زندگی پیغمبر هست، در زندگی علی هست. جدش رسول الله حضرت ختم مرتبه دیو سر راهش یه بودی هر روز خار میریخته ولی پیغمبر اکرم وقتی قید میشه میره عیادتش، عیادتش میره میگه خود دشمن ما هست ولی من میرم عیادتش خبر میگیرم نو دوستی و قد کرم رو بنی آدم، بنی آدم رو قرآن گفته حقوق بشر اگر کسی پرسه شما مسلمان حقوق بشر حالی رو میشه نمیشه، اگر کس گفت که شما مسلمان حقوق بشر دارید دانه دارید ما چی بگیم؟ ما بگیم اگر طالبان رو میگه نو نه حقوق بشر اگر طالبان رو میگه که اون رقم مسلمان خدا نجات بده بگه خدا سبب هیچ کسی برابر نکنه، ولی حقوق بشر اگر قرآن میگه و پیغمبر میگه او رفت و مریض ها و همسایه هایی که از این شیرین کرد حقوق اونها رو رعایت میکرد. وقتی مکه را فتح کرده بود کسی که 23 سال با اون حضرت مبارزه کرده بود اونا همه رو احترام کرد، در جنگ های بعدی که غنیمت پیش می آمد و ابو سفیانی که با حضرت سالهای سال جنگیده بود به اون هوای اون رو داشت به اون کمک می کرد. حقوق بشر اگر در رفتار علی باشه اگر در قرآن باشه لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم که شد یعنی هم ژاپنی هم مرد هم زن هم مسلمان هم غیر مسلمان، لقد کرمنا بنی آدم حقوق بشر در قرآن آمده. اگر در نهج البلاغه بگه در نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میفرماید الناس ما اخو لك في دين او نذير لك في الخلق، اگر مسلمان احکام بغلش بگه رو دولت شدی بوش بگاه فرم دو برادر دینی مستی المؤمن اخو المؤمن، مؤمن برادر المؤمن هست، این من مؤمنون اخوه، اگر مسلمان کلمه گوی بود بگاه فرم و دوستی دارم، ولی اگر برفرش مسلمان کلمه گوی نبود نمیفهمم که خدا چی یک قبل قیامت اینا رو حالیم نمیشه. بازم نظیر اونه که فلخلق علی در نهج البلاغه میگه که خدا او رو آفریده، خدا به او شخصیت داده، به او چشم و پوش داده، هر آن چیزی که داده به او هم داده، به او فطرت خدایی داده، احترامش بکن. اون کسی را که خدا خلق کرده وظیفه ای ماست که ما او را احترام بکنیم. صلوات محمد فرمایید. خب مطالب خودمون رو بنده جمع میکنم چون
آن وقتی شب شده و نتصمیم مخالف درانزا کشیده شود، چکیده مطلب این است که ای انسان ها، عزیزان، برادران، خواهران، رتفارها که شاید بعدن یا بیشتر نشده، عزیزان، هر کدام ما و شما سر سفره خدایی. اصلا من و شما را که خلق کرده و خدا خلق کرده، کسی که جهان را میگردانه اون ما را آقایده به اینجا آورده و قلب او افقیدت اون و افسار اون یک آیه قرآن هم آیه قرآن میگه که ای آدم ها ما چشم شما را تقرام میریم، چشم شما که لحظه برن نگاه میکنن ده دقیقه بعد به این پرده نگاه میکنیم، بعد به اون نگاه میکنیم، بعد به سخت نگاه میکنیم، بعد به دوستان نگاه میکنیم، هی چشم تو میچرخه، این گردش چشم تو در دست خداست و نو قلب و افقیدت و مبزار هم ذهن شما این لحظه به این صحبت ها میاندیشه، ده دقیقه بعد این صحبت ها رو فراموش میکنیم، اون ذهن شما در دست کیه؟ ذهن شما در دست خداست و نو قلب و افقیدت و مبزار هم خدایی که هوش و حواس همه جهان در دست اوست، اون خدا ما رو آفریده است و سر این سفره آورده است، ما سفره خداشناسی و سفره خودشناسی به هم شده است، این سفره سفره است که در اینجا ما آینده زیبا می توانیم برای خودمان تصمیم بگیریم. ما وقتی فهمیدیم ما صاحب اراده هستیم، ما وقتی فهمیدیم ما صاحب اختیار هستیم، ما وقتی فهمیدیم ما اشرف مخلوقات هستیم، ما وقتی فهمیدیم که ما از مرگ هم پرانتر می شویم، ما وقتی فهمیدیم که ما با مرگ نابود نمی شویم، ما وقتی فهمیدیم که با ایثار و فداکاری بزرگتر می شویم، زندگی ما بهتر و بهشتی‌تر می شود. اگر به این مفاهیم عمل کنیم. صلوات بر محمد فرمایید. المعروف به قدر معرفت. ما و شما اگر معرفت بیشتر پیدا کنیم، ما خوشی های بیشتری سر راه ما قرار می گیرد و قرآن آمده معارف این چنین را در اختیار ما گذاشته است و عبدالله حسین معارف را احیا کرده است و عبدالله حسین معارف را احیا کرده، اگر نه او با گرده ما و شما که یک عشق بیرزیم بگیم کار برای امام حسین نعوذ بالله جیبی آقا پرپلتر می شود شد بکر بشه، نه اون نیاز به گرده ما نداره، ما اینجا که میریم هوش ما و خرد ما باید فعال شود و انسانیت و رضایل از ما دور شد و به فضائل انسانی آراسته شدیم. خب این مطالب را به سمت شما رساندم. منم دوست دارم که ذکر توسل بکنم و دامن دختر آروم آروم برم یاد بکنیم از دختر علی، از حضرت زینب، که حضرت زینب خواهر حسین، دختر علی اسمش همونطور اسمش زینب هست. زینب یعنی چی؟ زین یعنی زینت، اب یعنی پدر، زینت پدر هست، زینب به معنای واقعی زینت پدرش علی است. زینب کسی است که در خانه علی بارنده شده، پدرش به او خوبی ها را آموزانده. ما پدر و مادر ها مأموریت داریم پسر و دختر خود را و کسانی که سنش از ما کمتر هست اونا را مراقبت بکنیم تا به بالندگی بهتری برسد. علی که یک باغبان خوب هست، باغبان خوب کسی که به گلها درست آب میدهد. علی چون باغبانی میکند در خانه او حسن رشد میکند، حسین رشد میکند، زینب و ام کلثوم از این خانه سر بیرون میکند. زینب کسی که قهرمان کربلا است و غمهای کربلا بر او هجوم میآورد، دشمنان او را محاصره میکند و وقتی که او را به عنوان اسیر میبرد، عزیزانش همه پیش چشمش شهید شده است، اما وقتی که او را مورد شماتت قرار میدهد میگه که دیدی که خدا با برادر چی کرد؟ زینب میگه که ما رأیت منه الا جمیلا. زینب قوت قلب دارد، اراده آهنین دارد، اراده فولادین دارد، استقامت دارد، نور خدا دارد. به تعبیر یک از شعرا فکر میکنم برادر عزیزم جناب آقای برادر عزیزم جناب دکتر رضایی اشعاری را که خواندن از عمان سامانی باشه. عمان سامانی راجع به حضرت زینب میگوید که زن نگو مرد آفرین روزگار، زن نگو بنت الجلال اخت الوقار. میگه زینب یک زن عادی نگیر، زن اگر خداپرست شود قوت قلب پیدا میکند. او زن خداپرست از تمام مشکلات فراز بیرون میشود. زینب را زن نگو، زن نگو مردآفرین روزگار. مردهای روزگار باید بیای از زینب مردانگی یاد بگیرد، مردانگی که به قد و قیافه و به ریش و به بدن مردانه نیست، مردانگی به تقوا و خداپرستی و ایمان و روز امتحان است. زن بگو مردآفرین روزگار، زن بگو بنت الجلال اخت الوقار، جلال یعنی علی، زینب بنت الجلال اخت الوقار خواهر امام حسین است. زن بگو دست خدا در آستین، زینب دست خدایی دارد. وقتی که بر یزید دیکتاتور
اونجا وقتی که سبا و نهید میزند یزید رو خود خمیر میکند. زن بگو دست خدا در آستین، زن بگو خاک درش نقش جبینند. همینطور که ما مهرهای کربلا اینجا داریم، از خاک حسین مهری جبین میسازیم، از خاک زینب هم عاشقان زینب این کار را میکنند. زن بگو دست خدا در آستین، زن بگو خاک درش نقش جبین. زینب این چنین بانوی است و ما متوجه هستیم که این زینب حماسه عاشورا و ارزش‌های عاشورا را به جهان گسترش داد. اجازه بدید من فقط مقدمه روزه در حد دو سه دقیقه. یکی از علما، یکی از مؤمنین، یکی از مخلصین، یکی از آدم‌های بزرگ تاریخ میگه که رفته بوده یک از علما، یکی از مشتهدین رفته بوده خانه کعبه چند روز تمام بیت الله الحرام حاجی لباس احرام را تن کرد دور خانه کعبه اعمال حج را انجام داده. یک هفته دو هفته یک ماه بیست روز که اونجا بوده، روز آخر از شهر مکه می‌خواد بیاد بیرون. از شهر مکه که میخواهی بیاد بیرون، خب دیرش از خانه کعبه کندند، از شهر مکه از سرزمین وحی بیرون سخت است. این دیرش شکسته، دیرش شکسته. خدایا آیا من رو عجل مهلت میده دوباره بازم بیایم مکه لباس احرام بپوشم حاجی شوم؟ خلاصه دیدیم خلق الله همینطور ماشاءالله میلیون انسان دور خانه کعبه طواف میکنه. لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک. گفت خدایا خداوندا خیلی دستگاه خوبی داری، میلیون ها انسان اینجا طواف میکنه و یک میلیارد انسان از راه دور نماز میخونه به طرف این کعبه. این کعبه و خانه تو خیلی خوب خانه رونق دارد، اما خدایا تو باید ممنون پیغمبرت باشی که 23 سال تک و تنها شب و روز خون دل خورد، عرق جبین عزیزانش تکه شد و مهاجر و آواره شد، اما غمها رو به جان خرید تا مردم به خانه کعبه رو از شر بتها به خدای خانه کعبه تبدیل کرد. خدایا ممنون اون زحمت های اون رحمت للعالمین حضرت ختم مرتبتت باش. آمد خدافزی کرد، گریه کرد و آمد مدینه. چند روزی قبرستان بقیه دور حرم پیغمبر، روز آخر که میخواست خدافزی کنه گفت یا رسول الله، یا نبی رحمه، یا رحمت للعالمین، من از شهر مدینه خارج میشم، از شهر تو خارج میشم. یا رسول الله این شهر تو خوب شهر است، همه این مردم میگه که اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، همه جوی در اذان ها نام تو هست. یا رسول الله من سفارش کردم، سفارش تو رو به خدا کردم، خدایا ممنون پیغمبرت باش. اما یا رسول الله من هم میگم ممنون علی باش. اگر علی اون همه فداکاری و شمشیر زنی نمی کرد، اگر علی برای وحدت مسلمان ها صبر نمی کرد، اگر علی اون همه جانفشاری ها نمی کرد، اسلام پا نمی گرفت. ممنون حضرت علی هم باش. گریه کرد و با حالتی گریه و با حالتی هم دیف افتادگی بیرون شد محمدین هم خداحافظی کرد. آمد و آمد و آمد در نجف. نجف چند روز دور تربت علی چرخید و زیارت کرد شام و سحر. بعد از ده روز یازده روز میخواد خداحافظی کنه، گریه کرد. علی جان دل کندن از حرم تو خیلی سخت است، من توصیه کردم که یا رسول الله قدر علی را بدون، اما علی جان هم قدر حسینت را بدون. حسین بود که اون خمر عزیزانش و مظلومیتش اون صحرای کربلا را گرفت، وگرنه حقیقت فراموش شده بود، دیگر کسی نه خدا و نه پیغمبر و این عظام این شعایر نمانده بود. بعد هم گریه کرد و آمد در کربلا. چند روزی کربلا، وقتی میخواست از کربلا خداحافظی کنه گفت حسین جان من عاشق تو هم، من یک عمر او حسین حسین گفتم، اما حسین جان تو هم ممنون خواهرت زینب باش. اگر زینب نبود حسین مظلوم در صحرای کربلا شهید میشد، خیلی شاید در غریب میبود، شاید آوازش و پیامش را کسی نمیگفت. حسین جان تو هم خواهرت زینب بود، کربلا در کربلا میموند اگر زینب نبود، نینوا در نینوا میمونده اگر زینب نبود. اون زینب بود که شریکت الحسین، شریکت الحسین این در کار امام حسین و در حادثه کربلا شریک است. این زینب است، مرد باشه یا زن باشه با خدا معامله کنند، خدا او را عظمت میدهد. زینب کبری سلام الله علیها هر روز عاشورا با برادر میخواهد خداحافظی کنند، برادرش آمد، برادرش آمد، خواهر، خواهر جان زینب من پیراهن کهنه میخواهم. برادر جان پیراهن کهنه برای چی؟ خواهر جان من پیراهن کهنه میتردم، میروم در میدان، میترسم شهید شوم، دیگر که شهید شوم دشمنان خیلی بیرحم و سنگدل هستن، ممکن است دست درازی کند لباسهای تنم را، لباسهای تن حسین را یغما ببرد.
من میخواهم لباس کهنه داشته باشم تا بدن حسین لااقل بی لباس نماند. ابی عبدالله حسین لباس کهنه را از خواهرش گرفت، خواهرش دست از دلخانه کنده شد، دارد آماده میشد برای خداحافظی. خداحافظی کرد، چند قدم رفت، ناگهان صدای زینب را برای آخرین بار شنید که خواهرش صدا زد: مهلا 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 یا ابن زهرا. حسین جان، ای یادگار مادرم زهرا، ای برادر با جان برابرم حسین، یک لحظه دیگر هم اجازه بده برای آخرین بار. میخواهم که حرارت و محبت تو را و نورانیت تو را ملاقات کنم. زینب بیقرار است. ابو عبدالله حسین با پایین میشود از دل جناب، با خواهرش صحبت میکند. اجازه دهید من دو سه جمله از صحبت های امام حسین را با خواهرش خدمت شما بخوانم. میگه: وعلمی ای خواهر من، ای زینب، وعلمی ان اهل الارض یموتون. یموتون یعنی چی؟ یعنی تمام اهل الارض، تمام انسان هایی که در کره زمین آمده میمیره و من حسین هم رفتنی هستم. وعلمی ان اهل الارض یموتون و اهل السماء لا یبقون، اونایی هم که در آسمان هست اونا هم باقی نمیماند. و ان کل شیء هالک الا وجه الله تعالی، همان رفتنی هست در این جهان، هر موجود ممکنی میرود. الذی خلق الخلق بقدرته، غیر از خدایی که جهان را خلق کرده دیگر کسی نمیماند. بیان از خلق و یعودون و هو فرگون رهده. بعد میبیند خواهرش گریه میکنند. این کلمات خیلی کلمات تلخ است، یعنی خواهرم همه رفتنی است. معنیش اینه که من حسین هم میروم. خواهر آمادش برای دل کندن از برادر، با برادری که 50 و چند سال زندگی کردی، آمادش برای دل کندن. حضرت ابو عبدالله حسین به خواهرش میگه: جدی خیر منی، جدی من حضرت ختم مرتبت رحمت للعالمین که از حسین مقامش بالاتر بود، او رفت. وقتی که رفت، حسین هم رفت نیست. بعد میگه: و ابی خیر منی، علی پدر حسین بود، علی هم رفت. خواهرم تو با مصیبت جدت کنار آمدی، با مصیبت رحمت للعالمین پیغمبر کنار آمدی، با مصیبت علی مرتضی کنار آمدی، و ام خیر منی و با مصیبت فاطمه زهرا، با مصیبت فاطمه زهرا کنار آمدی، و اخی خیر منی تو با مصیبت امام حسن مجتبی کنار آمدی. معنیش این است که ای خواهرم زینب، با مصیبت حسین هم کنار بیا. یا ابا عبدالله، یا حسین صلی الله علیه، یا ابا عبدالله صلی الله علیه، یا ابن رسول الله، یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن سید المرسلین، نسألک ونعوذ بك العظیم الاعظم الاجل الاکرم. یا الله 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 یا حامل الحق محمد، یا آل الحق علی، یا فاطر الحق فاطمه، یا محسن الحق حسن، یا قدم الاحسان الحق حسین، و به حق قسمت المعصومین من ذریه حسین. پروردگار شب عاشورای حسینی است. خدایا این عزیزان، برادران، نونهالان، این گلهای باغ رسول الله، اینها آمدند در خانه حسین رو کوبیدند. خداوندا هر کس اینجا آمده است، هر کس سهم گرفته است، فراشان، خدمتگزاران، نیروی انتظامات، آشپزان و کسان مختلف، هر کس کاری میکنند، خدای حاجات همه برآورده بفرما. ظهور مولای من حضرت رقیت الله معجل بفرما. بار پیش روی حضرتش بوسفید بگردان و ما توفیق بندگی و خلوص نیت و علم و عمل و کسب رضای خودت و کسب رضای اولیاءت عطا بفرما. امام زمان را شفیع ما قرار بده. پروردگارا زیارت حسین و معرفت